انسانیت و درد مشترک، همبستگی ورای ملیت و مذهب، همبستگی بر مبنای انسانیت. این عکس زیبای همبستگی انسانی با مردم افغانستان بعد از حمله انتحاری در کابل که ده‌ها کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت را باید قاب گرفت و بر دیوار اتاق خانه آویخت. این یک همبستگی عمیق انسانی است، تلاشی برای این که نشان داده شود مردم ایران در کنار مردم زجر دیده افغانستان قرار دارند. این حرکت به ظاهر ساده نمایشی است عظیم علیه هجوم ددمنشانه حکومت اسلامی بر ضد چند میلیون افغانستانی های مقیم ایران، علیه حکومتی که همراه و همدوش همه جانیان اسلامی در افغانستان زندگی این مردم رانده شده را به تاراج برده اند و آنها را از حق کار و تحصیل و زندگی محروم کرده اند. حرکتی زیبا علیه تبلیغات مشمئز خواننده ناسیونالیست های عظمت طلب ایرانی که ذره ای از به اصطلاح مرز پرگوهر و تمامیت ارضی و کوروش همیشه کبیر کوتاه نمی آید. این تصویر زیبا به ما یادآور می شود انسانیت مرز ندارد و ملیت و مذهب نمی شناسد. به ما می گوید باید ورای بربریت نظام سرمایداری اندیشید که انسانها را به بند کشیده و اسیر سود و منفعت طبقاتی 1% ها کرده است. این نمایش قدرتمند انسانی به ما میگوید مردم ایران و افغانستان و همه کشورهای اسلام زده 1 درد و 1 مبارزه مشترک دارند: اسلام و جنبش اسلام سیاسی. دشمن مشترکی به نام جانیان تروریست اسلامی در ایران و افغانستان، فاسدان و دزدان و چپاولگران حاکم بر دو کشور، و همین تصویر به یاد ماندنی از نمایشی انسانی به ما میگوید باید برای خلاصی از همه دردهای مشترکمان دست در دست هم دهیم تا جنبش اسلام سیاسی و ارتجاع حاکم بر ایران، افغانستان و منطقه را نیست و نابود کنیم. آنگاه زندگی برای ما، برای همه ما چه زیباتر و باشکوه تر می شود. وقتی که نه مرز، نه ملیت و نه مذهب نتواند حائلی بین انسان و انسانیت باشد. این تصویر زیبای همبستگی انسانی را باید به عنوان تعرض یک جامعه انسانی علیه بربریت موجود با افتخار بالای دست بلند کرد.